انسان در سلام زندگی سبز باشه. در این قسمت ما میزبان یکی از محصلین افغان هستیم که در قاهره مصر به خاطر تحصیلات رفته و در مورد ای که در مصر چگونه هست قرنطین، وضعیت کرونا و همین گونه بیشتر در مورد مهاجرین یا کم دانشجویانی که در اونجا به خاطر تحصیل رفته میشه صحبت کنیم، از مشکلاتشان بپرسیم. محمد خالد ممتاز را داریم روی خط اسکایپ با ما هست و سلام و روزتان وقتتان بخیر، خوش آمدید در برنامه. خوب هستین انشالله؟ سلام و درود ویژه میفرستم، آرزومند هستم شما و همه هموطنان عزیزمان که در گوشه و کنار دنیا هستند تندرست و عافیت باشن. سلامت تشکر باشن. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. خاله جان میشه اول در موردی صحبت کنیم که محصل کدام رشته هستن و چقدر مدت میشه که در مصر هستن شما؟ من دانشجوی فاکولته طب معالجوی در شهر قاهره مصر هستم که مدت 3 سال میشم مصروف تحصیلات هستم. بسیار عالی و واقعا افتخار است که افغانای ما، جوانایی که در افغانستان هستند، با این انگیزه و تلاششان به کجاها میرسه. بسیار خوشحال هستیم که امروز شما رو در برنامه داریم. از وضعیت قرنطین و کرونا در مصر صحبت کنید. آیا محدودیت ها و قرنطین در مصر هم صورت گرفته و آمار مبتلایان چگونه هست در اونجا؟ خب قسمی که شما میدونید تمام انسان‌های کره خاکی در اوج سراسیمگی و نگرانی نفس می‌کشند. امروز امپراتوران جهان از بیچارگی و ناتوانی زانوی غم در بغل گرفتند و دنیا با یک پدیده ناشناخته شده دست و پنجه نرم می‌کند که متأسفانه کشور مصر همچنان از این پدیده به دور نبوده، بلی از مدتی بدین سو ویروس کرونا در مصر شیوع یافته و روز به روز در حال افزایش است. اما اینجا در مصر حکومت تدابیر را برای جلوگیری کووید 19 روی دست گرفته، نه اینکه تنها شخص مصاب بلکه تمام اعضای خانواده آن و افرادی که با او در تماس بودند قرنطین می شود. همچنان تمام پروازهای بین المللی به حالت تعلیق در آمده است، اماکن عمومی که باعث ازدحام می شوند بسته شده است و مردم همچنان کرونا را جدی گرفتند. پس از صدور فتوا از سوی حکومت دروازه های مساجد برای نمازگزاران بسته شده است و نمازهای پنج گونه و جمعه در مساجد برگزار نمیشد. من فکر می کنم خیلی بجا خواهد بود که این نقطه را بر افغانستان همچنان پیوند بدیم و احترامانه از علمای افغانستان خواهش بکنیم که در تطبیق مقاصد شرعی و فتواهای شرعی را مد نظر گرفته و در تطبیق مقاصد دین مقدس اسلام که همانا حفظ جان است مقاصد شرعی و فتواهای شرعی را مد نظر بگیرند. بله خالد، محصلین در چه وضعیت هست؟ دانشجویان که در اونجا هست آیا تمام این آمادگی ها که به خاطر قرنطین و کرونا بر شهروندان مصر در نظر گرفته شده، آیا این نکات در قسمت دانشجویان هم رعایت می شود و ای که شما دانشگاهتان فعلا تعطیل هست، چگونه به درس هایتان ادامه می تین و وضعیتتان چگونه هست در آنجا؟ خب اجازه دهید قبل از این ما با پاسخ سوال شما بپردازم. این نکته را قابل تذکر می دانم که حدودا 800 دانشجوی افغانستان مصروف تحصیلات عالی در مصر هستند که خوشبختانه تا هنوز هیچ دانشجوی افغان مصاب به ویروس کرونا نشده است. من مشکلات دانشجویان را به 3 نکته عمده تقسیم نمودم که عبارت است مشکل مالی، مشکل صحی و مشکل مواد غذایی است. مدت ماش دانشجویان که از سوی دولت افغانستان برایشان مد نظر گرفته شده است در وضعیت فعلی بسنده نیست. همچنان تعدادی از دانشجویان یا آن عده از دانشجویانی که از سوی دولت افغانستان بورسی تحصیلی ندارند از هیچ گونه امتیاز مدت ماش برخوردار نیستند که ادامه این وضعیت در شرایط فعلی در این فصل مرگبار شیوع ویروس کرونا خیلی ها نگران کننده است. نکته دیگر این است که تعدادی از اتباع افغانستان که با فامیل های خودان در مصر زندگی دارند پس از شیوع ویروس کرونا شغل وظیفه‌ای که داشتن از دست دادن، نیازمند جدی حمایت مالی هستند. همچنان بله. یک نکته قابل تذکر می‌دونم که فصل درسی در مصر پایان یافته است و امتحان دانشجویان قرار است که از طریق ریسرچ و یا امتحان آنلاین برگزار شود. یک نکته که نمی‌شود ما از او چشم پوشی بکنم
تعدادی از دانشجویان، ما گرچه که از مدت 2 ماه بدین سو در حالت قرنطین قرار داریم، اما تعدادی از برادران و خواهران دانشجویی ما در شهر قاهره مصر دپرشن و یا تحت فشار روحی هستند. بنابر این ملحوظ خواهان سفر به افغانستان هستند و در خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا قرار دارند. گرچه که من از رهبری سفارت در شهر قاهره مصر ابراز سپاس و امتنان می نمایم از تلاششان، اما اقدامات عملی تا هنوز به خاطر مسئول بودن دانشجویان از خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا هیچ گونه اقدامات عملی ما شاهد نبودیم. با تماسی که ما با رهبری سفارت داشتیم، اونها افزودند که ما مشکلات دانشجویان را به رهبری حکومت رساندیم، چشم انتظار پاسخ آنها هستیم. بله خالد، زمانی که با سفارت صحبت کردن، جواب آنها بر شما چی بوده که درخواست آمدن به افغانستان را دادن؟ اونها چی گفتن بر شما؟ خب موضوعاتی که من برای شما تذکر داشتم، چند روز قبل ما با سفیر صاحب ویدیو کنفرانس داشتیم. تعدادی از دانشجویان مشکلات محصلین به سفیر صاحب شریک ساختند. آقای سفیر وعده سپرد که این مشکلات به وزارت خارجه افغانستان میرساند که به زودترین فرصت اقدام عملی صورت بگیره و این مشکلات رای حل سنجیده شود. اما در قسمت سفر با اون که پروازها در مصر به حالت تعلیق در آمده است، تعدادی از دانشجویان به دلیل اینکه فصل درسی خاتمه یافته است بیشتر خواهان سفر هستند، چون اکثریت در وضعیت خوبی قرار ندارند. من یک نکته دیگر قابل تذکر میدانم. بله، این نکته واقعیت است که اکثریت از برادران و خواهران دانشجوییمان که مصروف تحصیلات هستند در وضعیت خوبی قرار دارند، اما اقلیتی که هنوز با یک وضعیت بد صحی و مالی دارند دست و پنجه نرم میکنند، نمیشود قربانی آن اکثریت هایی که در وضعیت خوب قرار دارن قربانی آنها گرد. بسیار خوب، امیدوار هستم که جواب خوبی را از طریق سفیر افغانستان شما به دست بیارین. فعلا که پروازها هم به تعلیق است به گفته شما، پس چگونه هست؟ آیا منتظر میمانند این دانشجویان یا که وضعیت صحیحشان بدتر خواهد شد؟ خب در قسمت پرواز ها چند گزینه روی حل وجود دارد که می شود طیاره از افغانستان بیاید محصولین انتقال بدهد، و همچنان قرار است که در 16 می تعدادی از پرواز ها از جانب مصر به کشورهای مختلف آغاز شود، که اگر امکان پذیر باشد در این مورد دولت افغانستان توجه داشته باشد می تواند که محصولین انتقال بدهد. بسیار خوب، انشالله که مشکلاتتان حل شود و پیام اخیرتان هم می داشته باشیم. خالد جان، گفتنی اخیرتان چی هست؟ و امیدوار هستم که تمام شما دانشجویان عزیز در پناه خدا باشین. سپاسگزار هستم. پیام اخیر من متوجه به وضعیت ناگوار افغانستان است که میگویم که هموطنان عزیز و نازنینم، بیایید در این ماه مبارک رمضان، در این فصل مرگ بار ویروس کرونا، یک قرص نان خود را با برادر و همسایه نیازمند خود نیم کنیم. اکنون که ما در آستانه ماه مهمانی خدا، ماه بار فضیلت رمضان قرار داریم، از دولت، نهادهای خیریه و و تاجران ملی و برادرانی که توان کمک را دارند لطف نموده، بیایید دست نیازمندان خود را بگیرید، دست برادر و همسایه نیازمند خود را تا حد توان بگیرید و نگذارید آبش ببرد. اگر امروز کرونا دغدغه زندگی من است، فردا دغدغه زندگی تو خواهد بود. پس بیایید در این فصل، در این ماه مبارک رمضان بر هم دیگر رحم کنیم که خداوند بر ما رحم کند. تمنا دارم شما و ملت عزیز افغانستان و همه جهان از آفت کرونا در امان باشید. انشاءالله شما همچنان آرزوی سلامتیتان را داریم. امیدوار هستم که توجه جدی مسئولین در این قسمت با شما همراه باشد. تشکر، موفق باشین برادر عزیز. سپاس فراوان. سلامت باشید. بله عزیزان، وقفه بسیار کوتاه داریم و قبل از او 44-24 را فراموش نکنید هموطنان عزیز که در این روزها سختی خانواده ها نیاز دارند به دست یاری شما. با کلیک کردن روی دکمه یک فقط 15 افغانی از حساب شما کم شده و اضافه میشه به حساب خانواده های عزیز و پیام تاییدی که به شما میه به خاطر شفافیتی برنامه هست. امیدوار هستم که در این روزها حداقل یک بارم شده تماس بگیرین در این شماره و کمک و امید باشید برای خانواده های عزیز. امیدوار هستم که همگی ما بتانیم صدقه جاریه را در روزها استفاده کنیم و ثواب را در توشه زندگی خود اضافه کنیم و انشاءالله که از بنده های نیک خداوند به حساب بیاییم. وقفه بسیار کوتاه داریم، دوباره برگردیم با مهمان عزیز ما روی خط اسکایپ خواهد بودیم.